با نام و یاد خداوند مهربان میریم سراغ بخوان و بیندیش درس 17 از کتاب بخوانیم فارسی دوم دبستان. نام درس هست روباه و خروس. باز قبل از اینکه درس رو بخونم یادتون میندازم که این حیواناتی که در این داستان ها استفاده میشه هر کدوم نماینده ای از انسان های متفاوت هستند و الا در دنیای حیوانات چه مرغ باشه، چه خروس باشه، چه روباه باشه، چه کبوتر، چه گنجش و هر کدوم از اینها، اینا همه آفریده های خداوند هستن و هیچ کدوم بدجنس نیستن و هیچ کدوم دانا نیستن به اون عنوانی که ما اینها رو از هم تفکیک کنیم و تفاوت بگذاریم. نه، فقط برای اینه که ما چیزی یاد بگیریم. اگر تو این داستان ها از اینها از تعدادیش به عنوان حیوانات بدجنس، از تعدادی به عنوان حیوانات باهوش نام برده میشه، فقط برای اینه که ما نکات مختلف زندگی رو یاد بگیریم. و الا این حیوانات فرقی با هم ندارن، همه عزیز هستن و در این دنیا به درد ما میخورن و ما وظیفه داریم ازشون مراقبت کنیم. در این داستان روباه نمادی از افراد حقه‌باز و حیله‌گر و فریبکاره و خروس هم نقطه مقابل روباه، فردی است که روباه دوست داره اون رو، یعنی آدم‌هایی که بد هستن که روباه نقشش رو داره اینجا بازی میکنه، افرادی هستن که این روباه دوست داره اونها رو فریب بده، ولی اینها سعی میکنن که آگاه باشند و فریب نخورن. روباه و خروس. روزی بود و روزگاری بود، خروسی بود که قصه گفتن و داستان شنیدن را دوست می داشت و هر وقت مرغ‌ها و کبوترها و گنجشک‌ها را می دید از آنها می خواست که سرگذشت‌های خود را تعریف کنند. آنها هم خروس را دعوت می کردند و هر چرا خودشان دیده بودند و هر چرا شنیده بودند از حیله ها و حقه هایی که حیله و حقه به معنای فریبکاری، حقه هایی که شغال ها و روباه ها و شکارچی ها برای گرفتن مرغ ها به کار می بردن و از بلاهایی که بر سر خودشان یا دوستانشان آمده بود سخن می گفتن. یک روز خروس قدم زنان به صحرا رسید. فصل بهار بود و صحرا سبز و خرم بود. درخت ها شکوفه کرده و بوی گل در هوا پیچیده بود. ببینید اینجا توصیف زیبایی از فصل بهاره. شما میتونید برای نوشتن و در واقع انشا کار کردن از اینها استفاده کنید. خروس دلش به شوق آمد و به صدای بلند آوازی خواند. روباهی در آن نزدیکی بود. صدای خروس را شنید و به سرعت به طرف خروس آمد. خروس همین که روباه را دید از ترس پرید روی دیوار و از آنجا بر روی شاخه درخت پرید و همانجا نشست. اینم خروس ما و این روباه به خروس گفت چرا رفتی بالای درخت؟ مگر از من میترسی؟ من که با تو دشمنی ندارم. من وقتی آواز تو را شنیدم و دیدم آواز خوبی داری آمدم با تو دوست شوم. امروز هوا هم خیلی خوب است، یا قدری با هم در این صحرا گردش کنی. خروس که داستان‌های بسیاری از حیله روباه شنیده بود و می‌دانست که این حرف‌ها همه برای پایین آوردن او از درخت است، جواب داد: بله، هوا خوب است، صحرا هم سبز است، گل‌ها هم شکفته است. آواز من هم بد نیست، ولی من تو را می‌شناسم و همیشه پدرم مرا نصیحت می‌کرد که با مردم ناشناس رفاقت نکنم، این دوستی نکنم و با کسی که از من قوی تر است در جاهای خلوت تنها گردش نکنم. من همیشه پند پدر را بیاد دارم. پند به معنای نصیحت. روباه فوراً گفت: بله بله، من هم با پدرت دوست هستم. چه مرد خوبی است. من از موقعی که تو بچه بودی هر روز به خانه شما می آمدم. اتفاقا همین دیروز ساعتی با پدرت بودم. از تو هم تعریف می کرد و می گفت پسرم خیلی باهوش و زیرک است. بعد پدرت از من خواهش کرد که در صحرا و بیابان مواظب تو باشم تا کسی نتواند به تو آسیبی برساند. خروس گفت:
پدرم هیچ وقت از تو صحبتی نکرد. من هرگز یاد ندارم که روباهی در خانه ما رفت آمد داشته باشد. اصلا پدر من پارسال درگذشت. درگذشت یعنی از دنیا رفت، مرد. روباه گفت: ببخشید، مقصود من مادرت بود. دیروز مادرت سفارش میکرد که تو را تنها نگذارم. حالا اگر میل نداری گردش کنی حرفی نیست، ولی از این که از راه رفتن با من احتیاط میکنی خیلی متاسفم، یعنی خیلی ناراحتم که هنوز دوست و دشمن خود را نشناخته ای و نمیدانی چه کسی ممکن است از من بدگویی کرده باشد. جالبه بدونید که اصولا افرادی که فریبکار و حقباز هستند هیچ وقت نمیان بگن که ما حقباز و فریبکاریم، همیشه از در دوستی وارد میشن و از اعتماد افراد سوء استفاده میکنند. خروس گفت: من این را میدانم که خروس و روباه نباید با هم رفاقت کنند، چون که روباه از خوردن خروس خوشش میآید و خروس عاقل باید دلش برای خودش بسوزد و با دشمن خود دوستی نکند. روباه با خنده جواب داد: گفتی دشمن؟ دشمن کدام است؟ مگر خبر نداری؟ دشمنی از میان حیوانات برداشته شده و سلطان حیوانات چیه بچه ها؟ شیره. سلطان جنگل رو میگن شیر. و سلطان حیوانات دستور داده است که تمام حیوانات با هم دوست باشند و هیچ کس به دیگری آزاری نرساند، یعنی اذیت نکنم دیگه. وقتی روباه داشت این حرفا را میزد، خروس گردن خود را دراز کرده بود و توی راهی که به آبادی میرسید نگاه میکرد. روباه پرسید: کجا را نگاه میکنی؟ حواست اینجا نیست؟ خروس گفت: حیوانی را میبینم که از طرف آبادی دارد میآید. نمیدانم چه حیوانی است، اما از روباه کمی بزرگتر است و گوشها و دم بزرگی دارد و پاهایش باریک و بلند است و مثل برق و باد میدود و میآید. مثل برق و باد میدود و میآید یعنی خیلی سریع میآید. روباه از شنیدن این حرف ترسید و دست از فریب دادن خروس برداشت و در فکر بود که به کجا بگریزد. به کجا بگریزد یعنی کجا فرار کنه و چگونه پناهگاهی پیدا کند و پنهان شود، و شروع کرد به طرف صحرا رفتن. خروس که روباه را خیلی وحشت زده دید گفت: حالا کجا می روی؟ صبر کن ببینم این حیوان که می آید چه جانوری است. روباه گفت: نه، از نشانه هایی که تو می دهی معلوم می شود که این یک سگ شکاری است و ما میانه خوبی با آن نداریم، با هم نداریم. می ترسم مرا اذیت کند. خروس گفت: پس چطور خودت الان می گفتی که همه با هم دوست هستند و گرگ و گوسفند و روباه و خروس رفیق شدند و کسی با کسی کاری ندارد؟ روباه گفت: بله، اما می ترسم این سگ هم مثل تو این خبر را هنوز نشنیده باشد. این را گفت و پا به فرار گذاشت. این داستان زیبا از مرزبان نامه است و بازنویسیش رو، یعنی ساده نوشتن و قابل فهم کردنش برای دانش آموزان رو، آقای مهدی آذر یزدی انجام داده. درک و دریافت. روباه برای فریب خروس چه تلاشی کرد؟ خب همه تلاشاشو کرد. من اینجا اینها رو با علامت یک زده بودم که شما نگاه بکنید. مثلا از جمله کارهایی که کرد این بود که بهش گفت: چرا از من میترسی؟ چرا میری بالای درخت؟ بیا با هم بریم تو صحرا گردش بکنیم. بعد خودش رو رفیق پدرش معرفی کرد، بعد خودش رو آشنای خانوادگی معرفی کرد، بعد گفت که نه، من با مادرت آشنایی دارم. خلاصه به هر طریقی بود میخواست به خروس بگه که به من اعتماد کن. حتی گفت که سلطان جنگل که شیر باشه، گفته که دیگه حیوانات با هم هیچ جنگ و جدلی ندارن و همه با هم رفیق شدن. در واقع همه کارها رو کرد تا خروس رو قانع کنه که بهش اعتماد کنه. خب خروس چگونه از فریب روباه در امان ماند؟ خب خروس هم اونطوری که تو اول داستان نگاه کردیم و خوندیم، دیدیم که خروس هم شخصی بوده که تجربه اخذ کرده،
با مرغ‌ها، کبوترها و گنجشک‌ها نشست و برخاست داشته، باهاشون صحبت کرده و این اطلاعات رو داشته و میدونسته که خروس میخواد اینو فریب بده. و بعد هم اومد به این روباه چی میگن یک فریبی داد روباه رو، در واقع روباه رو ترسون و بهش گفت که در واقع داره یه سگ شکاری میاد و روباه پا به فرار گذاشت. امیدوارم از این داستان زیبا لذت برده باشید و هرگز فریب افراد سودجو رو نخورید. در امان خود.